اینجا خوزستان، سرزمین نخل، آفتاب و نفت، با دکل‌هایی برافراشته شده. دکل‌هایی با سازوکار و اجزای پیچیده و مخازن عظیم سیالات که از آن به قلب دستگاه حفاری یاد می‌کنند. توی تمام دکل‌های حفاری مخازن طوری تعبیه شدن با توجه به حفره مورد نظری که دارن حفاری می‌کنن بتونیم تو اون مخازن سیال حفاریمون رو بسازیم. گل حفاری ترکیبی از مواد شیمیایی و آلی است که اهمیت آن در عملیات حفر چاه نفت مانند اهمیت خون و گردش خون در بدن موجودات زنده است. کار با گل سنگین در اعماق 4-5 هزار متری زیر زمین قطعا عملیات پیچیده است. اینجا هم آزمایشگاه گل حفاری است، جایی که مهندسین و متخصصین شرکت مناطق نفتخیز جنوب با تکیه بر تجربه، تخصص و دانش ایرانی توانستند سنگین ترین گل صنعت حفاری دنیا را تولید کنند. با توجه به این تحریم‌های ظالمانه‌ای که ما الان باش روبرو هستیم، اقدام به ساخت یک نوع سیال فوق سنگین کردیم که در دنیا تا به حال اصلا این سیال نبوده. ما این سیال رو با وزن 174 پوند در فوت مکعب طراحیش کردیم. عملا توی چاه هم در واقع به اثبات رسید. آب نمک وزن 75 تهیه شده، زیر میکسر قرار داده میشه و بعد پلیمر مناسب جهت اجرای تعلیق پذیری و ویسکالیته مناسب به آب نمک اضافه میشه. بعد از اینکه زمان میکسینگ مناسب دادیم بهش، حالا باید وزن بگیریم که ببینیم به اون وزن مورد نظر دست یافتیم یا نه. حالا این 170 4 تا خط بعدش 174 در این سنگین ترین گله حفاری در دنیا. کاهش زمان کنترل چاه‌های جریانی با فشار و دمای بالا، کاهش درصد جامدات سیالات حفاری و افزایش راندمان سرعت عملیات حفاری از خصوصیات این گل فوق سنگین است. تمام مواد افزودنیش کاملا بومی و از تولیدات داخلی کشور هست. طراحی و تولید این سیال با هزینه کمتر از سیالات مشابه خارجی قطعا صرفه‌جویی ارزی فراوانی برای کشورمان خواهد داشت. حکایت گزارش ما حکایت کاربرد دانش ایرانی در ساخت قطعات صنعتی توسط متخصصین وطنی است، فرایندی که اگر در صنعت نفت حمایت شود به زودی به خودکفایی 100% خواهیم رسید.